بسم الله الرحمن الرحیم پاک و بیعیب خدایی که به تقدیر عزیز ماه و خورشید مسخر کند و لیل و نهار تا قیامت سخن در کرم و رحمت او همه گویند و یکی گفته نیاید ز هزار این همه پرده که بر کرده ما میپوشی پوشی گر به تقصیر بگیری نگذاری دیار فعل هایی که زما دیدی و نپسندیدی به خداوندی خود پرده بپوش ای ستار عرض سلام و ادب و احترام تقدیم بهترین سلام ها به شما عزیزان و خوبان همراه با این برنامه به وقت بیداری به طور زنده و مستقیم در خدمت شما هستیم از بخش فارسی دری شبکه هادی تیوی امیدوارم که نظرات، پیشنهادات و همراهی خود را با ما داشته باشید و به ما هدیه کنید از طریق پل ارتباطی این برنامه و این شماره مثبت 964 780 255 40 13 آرزو داریم در روز آغازین از ماه ربیع الثانی دلهای همه شما بهاری باشد خوبان همراه استفاده می در این برنامه از حضور کارشناس محترم و استاد گرامی جناب حاجقای هاشمی طبق وعده هر یک شنبه ما در برنامه به وقت بیداری با موضوع صفات مؤمنین در قرآن و بحث بسیار زیبای آداب دعا که از مهمترین نشانه های مؤمنین هست عرض سلام دارم خدمت شما جناب استاد وقت شما به خیر و خوشی و سلامتی خواهش میکنم در ابتدا با بینندگان آغاز سخن داشته باشید و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و خیر و السلام على رسول الله الامین ابل القاسم مصطفى محمد اللهم وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعاديهم أجمعين سلام بر شما بينندگان عزيز خضر شاكرين كي بما توفيق داد دار دیگر در مهزر قرآن وحضور شما گرامیان باشيم و استفاده کنیم از اون چرا که قرآن در ترسیم سیمای مؤمنان برای ما بیان فرموده است بسیار زیبا جناب استاد در برنامه گذشته در بحث آداب دعا رسیدیم به این آیه که داستان حضرت مریم مادر حضرت عیسی علی نبی نام علیه السلام و همچنین حضرت زکریا که به بازدید حضرت مریم می آمدند و هر موقعی که می رسیدند می دیدند که یک قضای بهشتی در کنار ایشان هست و یک زمانی خودشان علاقمند شدند که دعا کنند برای خود که یک فرزندی خدا به ایشان عنایت کند مانند حضرت مریم و فرمودید که یکی از بهترین آداب دعا که پیامبران همواره رعایت می کردند در ابتدای دعا استفاده از صفت ربوبیت خداوند هست و پروردگار عظیم و شن را با کلمه رب صدا می کردند که در این آیه هم حضرت زکریا دعای خود را با رب شروع کرده است در این زمینه اگر صحبتی مانده است یا آداب دیگر دعا در این برنامه ما از زبان شما می شنویم بله بسم الله الرحمن الرحیم همان گونه که اشاره فرمودید بحث ما درباره آداب دعا کردن بود به عنوان یکی از مهمترین شاخصه های ایمان و صفات مؤمنین بله. آداب دعا را ما به دو صورت می توانیم از قرآن کریم و سنت اسلامی استفاده بکنیم گاهی در روایات یا آیات قرآن صریحا بیان شده است که این طوری بگو این یک راه راهی که مشخصا گفته شده است بس مثل بس. اون آیه شریفه ای که عرض کردیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قر رب تخلنی مدخلا کریما و اخرج مدخل و اخرجنی مخرج صدق در اینجا خود قرآن کریم از جانب خداوند به صورت روشن به پیامبر تصدور دور دهد که این گونه دعا کن و قر رب بي. گاهی ما از سیره انبیا و صلحا و پیشوایان دینی می از سیره عملی اونها ببینیم آنها چگونه دعا کردن در هنگام دعا کردن چه کلماتی رو به کار می بردن چه حالتی به خود می گرفتن و چه واجه ها و صفاتی از اسمای الهی را در هنگام دعا ذکر می کردن. ما در بحث دوم داشتیم سیره برخی از انبیای الهی را و همین گونه بندگان صالح خداوند را که در قرآن کریم از آنها به عنوان چهره های شاخصی دینی و چهره های قابل قبول و اصوه یاد شده است این گروه از انسان ها را نمونه می گرفتیم و نقل می کردیم که رسیدیم از جمله به داستان حضرت مریم مادر حضرت عیسی علوان بین واليه و علیه و علیه و, و, السلام و همین گونه مادر مادر حضرت عیسی،, عیسی بن مریم و همین گونه داستان حضرت زکریا که آمیخته ای با این ماجرا است در ادامه بحث باید عرض بکنم که یکی از سوره های بسیار شیرین قرآن کریم سوره مبارکه آل عمران است آل عمران در ذهن ما <متحدث> که اکثرا با کلمه امران به گوش ما میرسد چون موسی بن عمران حضرت موسی امران رو بیشتر به نام موسی بن امران میشنویم به ذهن ما میرسد که آل امران یعنی خانواده حضرت موسی علیه, علیه السلام و سلام و حالا که چنین نیست منظور از آل امرانی که در قرآن کریم به کار برده می شود خانواده حضرت مریم عجب. و مادرش و پدرش و فرزندش حضرت مسیح علی نبی و علیه و السلام است یعنی نام مادر نام پدر حضرت مریم هم عمران بوده است بله بله نام پدر ایشان عمران بوده است و به این دلیل داستان این خانواده در قرآن کریم نقل شده است و یک سوره به نام این خانواده اختصاص پیدا کرده است جد اسمش عمران است و جده که نامش برده نشده است مادری مادری حضرت مریم بله. مادری حضرت مریم و خود حضرت مریم و عیسی بن مریم اون چی که در این داستان در سوره مبارکه یال امران که یک سوره از سوره های طوال و طولانی قرآن کریم به نام این خانواده اختصاص داده شده است و یکی از حلقه های وصلی مسلمانان با مسیحیان جهان به شمار می رود و داستان گریه های نجاشی در هنگام شنیدن آیات قرآن در همین سوره نقل شده است و داستان اسلام آوردن او و همین گونه نکات بسیار ظریفی که در این سوره مبارکه درباره آل امران مطرح شده است و خانواده امران یکی از خانواده های نمونه قرآنی خانواده امران است که بحث مفصل آن در همین سوره مبارکه آل امران آمده است خب یکی از ویژگی های این خانواده آن است که در اینجا قهرمان قصه و قهرمان داستان و قهرمان مطلب دو تا زن هستند و یک مرد دو تا زن در این خانواده حرف اساسی رو میزند و در همین جا من به بانوانی که بیننده برنامه ما هستن ارز می کنم که بسیار غنیمت است که بانوان گرامی و محترم این سوره مبارکه را با این دید یک بار دیگر مطالعه کنند گرچه که قرار ما با بینندگان عزیز این بوده است که در این برنامه و سایر برنامه های قرآنی هنگامی که شنونده هستید یک جلد قرآن را هم داشته باشید با خود یا گوشی هایی که در داخل اون قرآن است و آیات را باز کنیم با هم همراه باشیم با معارف قرآنی کریم و مخصوصا بانوان گرامی زمانی که بحث از سوره مبارکه یال امران است خوب است که این مطالب را با ما همراه باشند و قرآن کریم را باز بکنند در این خانواده دو تا زن از زنان بسیار, بسیار بسیار برجسته تاریخی و قرآنی به شمار می رود و ما ادب دعا را در این خانواده در هر سه می بینیم بب. در جده و مادر بزرگ و در مادر که حضرت مریم باشد و در نوک خود حضرت عیسی علیه صلات و سلام باشد درست. ما نمونه هایی رو از خود حضرت عیسی علیه صلات و سلام عرض کردیم و رسیدیم به نمونه هایی که حضرت مریم علیه صلات و سلام در گفتگوی با خداوند چگونه ادب را رعایت می کرد و چه کلماتی را بکار کار می برد خوب است که برگردیم به جده این خانواده و بعد اشاره بکنیم به نکاتی باقی مانده در جلسه قبلی در آیه 35 سوره مبارکه آل امران خداوند خطاب به پیامبر و مؤمنان میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان الله استفا آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین در قسمت اول استفا آدم و نوحا حضرت آدم را برگزیدیم و نوح را برگزیدیم نمیگوید آل آدم نمیگوید آل نوح چرا به دلیلی که در میان آل آدم قابیلم هست قابیلی که برادر را کشت درست. و در اینجا شایسته نیست که کلمه آل به کار برده شود چون آل اگر میگفت حتی قابل را هم در بر می گرفت و خداوند می فرماید ان الله استفا خداوند برگزید بله آل آدم اگر می گفت خب شامل اون پسر ناخلف هم می شد و بنابراین در اینجا فقط کلمه آدم را به کار برده است که ما خود آدم را برگزیدیم ان الله استفا آدم و نوحا و همین گونه کلمه نوح را باز به صورت مفرد از خود شخص حضرت نوح علی نبی نواله و علیه و علیه صلات و سلام یاد میکنه زیرا که در میان این خانواده حضرت نوح پسر او هم بود که قرآن کریم صراحتا میفرماید انه لیس من اهلک انه عمل غیر صالح بنابراین در این دو مورد میگوید که ان الله اصطفى آدم و نوحا این دو تا پیغمبر رو این گونه یاد میکند روی شخصی و آنها میگوید من این دو تا را برگزیدم ولی روی دو خانواده که میرسد میگوید و آل ابراهیم و آل امران خانواده ای ابراهیم را و خاندان امران را برگزیدیم یعنی اینها خانوادگی برگزیده ای خدا بودند خانوادگی در علاوه از... بر شخص علاوه بر بله. حضرت ابراهیم و حضرت امران خانومشان مثلا فرزندشان دخترشان هم اینها آدم های برگزیده بودند بله بله همه برگزیده بودند و شما در داستان حضرت نوح که میبینید داستان منتهی می شود به اون جایی که پسری او را می گوید نهو لیسا من اهل که نهو عملون غیر صالح ولی نسبت به فرزندان حضرت ابراهیم حضرت یعقوب و حضرت اسماعیل زمانی که رو... حضرت اسحاق زمانی که می رسد همه اونها را جز انبیا و جز تایید شدگان جایی که فرزند نه تنها در برابر پدر تسلیم است بلکه تا اون زمانی که یا ابت فعل ما تو عمر یا ابت فعل ما تو عمر پدر من اون چیزی که امر شده ای انجام بدی یعنی مرو ذبح کن خب این پسر رو بگذاریم در کنار پسر حضرت نوح در کنار پسر حضرت آدم خب حق این است که در اینجا خداوند باید بگه که ان الله آدم و نوحا و آل ابراهیم بله. و همین گونه من بازم تاکید میکنم یک داستان اینا درستی را که نسبت به حضرت ساره در تاریخ اسلام نقل شده است و جزء اسرائیلیات هست که مقام ساره را پایین می آورد اون جایی که حسادت میکند به حضرت هاجر و حضرت ابراهیم را مجبور میکند به مهاجرتی به سمت فلسطین به سمت سرزمین حجاز و اینا مسائلی است که با مقام استفا سازگار نیست ان الله استفا آل ابراهیم و با آل امران بنابراین حضرت ساره که یکی از چهار زنی برگزیده تاریخ زنان عالم هست در جایگاهی است که خداوند میفرماید ان الله استفا آدم و نوحا و همون زنی است که با در زمان نزول ملائکه بر حضرت ابراهیم فتبسم ضاحکا با ملائکه گفتگو میکند و میبیند در این حد هست در همین جا باز این نکته را عرض می کنم که برای اهل ایمان مایه خوشحالی باشد که بعضی ها می گوین در داستان های و روایات دینی ما هست که زمانی که پیامبر نازل فرشته نازل می, نازل می شود در خانه پیامبر و یا در خانه بیبی بی سلام الله علیها گفتگوی صورت می گرفت. البته در قرآن کریم مطرح نشده است ولی در روایات معتبر و صحیح این سخن آمده است. بعضی تشکیک می که چگونه می شود یک غیر پیغمبر با فرشته سخن بگوید؟ اونم در جایگاه یک زن، نه. یک زن این مقام رو پیدا بکند. ولی زمانی که ما به داستان حضرت ابراهیم مراجعه میکنیم میبینیم می بینیم که یک زن با ملائکه گفتگو میکند با فرشتگان. از در سخن و مکالمه پیش می آید بنابراین این مطلب امری شده نیست این گونه نیست که زمانی که, که جناب استاد فرشته ها بر حضرت ابراهیم نازل شدند و به دستور خداوند میخواستند یک عذابی را بر قومی نازل کنند همسر حضرت ابراهیم حضرت ساره هم اونجا بودند و ملائکه را دیدند و با اونها گفتگو کردند یعنی مقامشان به این بالایی بود که بتوانند با ملائکه الهی هم صحبت و هم کلام شوند بله که در اینجا دو نکته از این واجرای قرآنی استفاده می شود یکی مقام خود خود حضرت ساره است بله. و به همین دلیل ما تهمت هایی را که و یک سری ناشایسته های اخلاقی را که به ایشون نسبت داده شده است مثل حسادت و مثل دستور و یک نوع فرمان دادن به شوهر خود و عدم اطاعت اینها اتا چیزایی است که با مقام استفا و مقام حضرت ساره هم خانی ندارد اون درست. چهره ای که قرآن تصویر میکند و دو دیگر این که یک زن میتواند به جای برسد که فرشته را ببیند و با او سخن بگوید بنابراین اگر ما این ماجراها و نظیر این حوادث را در داستان زندگی صدیقه طاهره زهرا سلام الله علیها در روایات اسلامی میبینیم امر بعید و شگفتی نباید باشد زیرا که قرآن این مطلب رو تایید می کند و بی تردید مقام حضرت زهرا سلام الله علیه از مقام ساره بسی بالاتر است. است بنابراین اگر در اینجا این اتفاق افتاده است باید در حضرت زهرا سلام الله علیه برای ما قابل قبول باشد و امر عجیب و منکری نباید شناخته شود بلکه کاملا امر مسلم به. به نظر ما برسد خب و آل ابراهیم و, و آل امران علال آلمین آل ابراهیم و آل امران را علال آلمین برگزیدیم البته علال رو معنا کردن که بر مردمان زمان, زمان خودش و نبه طور مطلق خب بعد در یک آیه بعد آیه سی و پنجم شروع می کند از خاندان ابراهیم و از مادر این خاندان شروع می کند زیرا که نقش مادر بسیار بسیار مهم است در آل و در خانواده در همین جای نکته هم را عرض بکنم که شاید یک از دلایلی که پسر حضرت نوح بدون سرنوشت مبتلا شد دلیل اون هم این بود که همسر حضرت نوح با او همراه نبود و شاید مشکل از همین جا شروع شد که پسر به اونجا ختم شد پایان زندگی و پایان کارش خب اذ قالت امرأت و امران ربی اینی نظرت ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم به قدر این جملات زیبا و دلنشین و برخواسته از عمق ایمان است که انسان اعتراف میکند باید این خانواده خانواده برگزیده باشد. باشد مادر خانواده در زمانی که باردار است در مقام نیایش با خداوند برمیآید و از همان لحظه نخستین به عوض اون که مثل بعضی از ماها به فکر این باشد که فرزند خودم را برای او چی گهواره بخرم چه لباسی بخرم چی آینده ملکی را برای او تدارک ببینم چی وسایل دیگری را ردیف بکنم اون گونه که در هر سنت مرسوم هست اما اون چی که به فکر ذهن این مادر است و در گفتگوی با خداوند او را در میان میگذارد سرنوشتی معنوی و سرنوشت فکری و راهی که در آینده این کودک باید برود در فکر آن است و اون هم با همین واژه ربی یعنی پروردگاری که تربیت من به دست تو بوده است و این تو بوده ای که به من استعداد باردار شدن و مادر شدن رو داده ای حالا که مادر شده ام این مولود من چی مولودی خواهد بود فرزند من به چی سرنوشتی دوچار خواهد شد من مادر که با تربیت و ربوبیت تو به این مقام و به این فعلیت مادری رسیدم نظر تو لک مافی بطنی نظر کردن یک شی به معنای این است که شما این رو در اختیار او قرار میدهید از آن او میکنید گرچه ولی والله ملک السماوات والعرض ولی گاهی انسانها ها خود رو مالک یک شیء میداند فرزند خود میداند مثلا ب... همسر خود میداند پدر خود میداند مادر خود با این که اینها تعبیراتی اعتباری هستند ولی ما این اعتباریات را خیلی بیشتر از امور واقعی و جدی مورد توجه قرار میدیم رب اینی نظرت لک ما فی بطنی محررا پروردگار من رب من اون چرا که من در رحم دارم آزاد کردم در راه تو یعنی به تو سپردم و برای تو قرار دادم نظر تو لکه در کلمات عربی توجه بسیار بسیار روی حرف حرفی یک سخن وجود دارد نظر تو لکه لکه یعنی مخصوصی تو لام لام اختصاص است یعنی مخصوصی تو قرار دادم که هیچ کسی را در او بهره و نفعی و چشم داشتی نباشد و میدانیم در اینجا که منظور از اون کسی که در رحم این مادر هست حضرت مریم سلام الله علیها هست و اگر از همین لحظه که ما میبینیم در شکم مادر با چه مادری روبرو هست و چه مادری برای او چه آینده ای را تصور میکند خب انسان نباید تعجب کند که در آینده چون این فرزندی یعنی مادری مثل مریم از این مادری این گونه متعبد و مؤمن و مخلص و اهل نیایش به دنیا بیاید البته زا... مادر حضرت مریم این گمان را نداشت که در شکم او یک دختری باشد و به نیت پسر او را نظر کرده که به عنوان یک فرد عابد و مؤمن مانند بقیه افرادی که در عبادتگاه هستند در اون مسجد با برکت مسجد الاخصا دارن عبادت میکنند این فرزند من هم مانند اونها از جمله عبادت کنندگان و از نزدیکان و از جمله راهبان و کسانی باشد که در دین خدا از جمله پیشگامان هست و بعد که میبیند فرزند دختر هست تعجب میکند درست است؟ بله بله البته ایشون اشاره میکند میگه این رب اینی نظر تو لک ما فی بطنی بله. در اون زمان کسی نمیدانیست که بتواند وسایل تشخیصی جنین که چی پسر است یا دختر ولی از سیاق سخن یا از اون هدفی را که حضرت مادر حضرت مریم تعیین میکند یعنی این که نظر و وقف رای تو قرار دادم از این استفاده کردن که حضرت مادر حضرت مریم یک نوع زرنگی به کار برد زیرا که در اون زمان اون کسی که توانست وقف شود و نظر خدا شود نظر خدا در اون زمان مرسوم این بود که در کنیسه ها چون دین ها دین مثل موسا... بود در اون زمان و دین یهودی و دین حضرت کلیم مردان این اختیار رو داشتن که برون در کنیسه ها و وقف عبادت باشن گویا که بل کنایه الکنایه ابلغ من تصریح به خداوند کنایه گفته باشد که برای من فرزند بده پسر باشد که من اون پسر رو بتوانم برای تو وقف بکنم و وقف کردم الان درست. یعنی بدین وسیله پسر بودنی جنین خود را بر خداوند به تعبیری بد من تحمیل کرده باشد یا به نحوی درخواست و دعای خاصی کرد که این گونه باشد فرزند من, من پسر, پسر باشد. باشد, استاد و... چون به میانه برنامه رسیدیم این داستان زیبا و نکات آموزنده که دارد رو ان الله بعد از یک میان برنامه کوتاه حتما با شما پی خواهیم گرفت و از شما اجازه می که تشکر کنم از بینندگان که تا این لحظه با برنامه به وقت بیداری همراه بودند چقدر خوب است که مانند این پیامبران بزرگ الهی قدر زندگی دنیای خود را بدانیم که در یک تمثیل زیبا بین زندگی و مرگ این گفتگو صورت گرفت زندگی از مرگ پرسید چرا انسانها به من علاقه مند هستند و من را دوست دارند و از تو متنفرند مرگ در پاسخ گفت چرا که به این دلیل که تو پر و مملو هستی از تخیلات و توهمات شیرین اما من سراسر حقیقت و واقعیت تلخ هستم انشاءالله از لحظه لحظه زندگی خود استفاده کنید یک میان برنامه ببینید برمیگردیم با ادامه برنامه به وقت بیداری در خدمت شما خوبان هستیم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا بحق محمد واله الطاهرين صلواتك عليهم اجمعين بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند همراهان خوب برنامه به وقت بیداری که به طور زنده و مستقیم از بخش فارسی دری شبکه هادی تیوی تقدیم شما عزیزان میگردد بار دیگر در روز آغازین از ماه الثانی این ایام را تبریک ارز میکنم خدمت شما و انشاءالله لحظه لحظه این روزهای با برکت برای شما سرشار از خوشی آرامش و در پرتو ایمان به خداوند متعال باشد گفتگو میکردیم با جناب استاد هاشمی درباره صفات مؤمنین در قرآن و همچنین آداب دعا که یکی از مهمترین صفات مؤمنین هست جناب استاد رسیدیم به آیات زیبای سوره آل امران که به زیبایی شرح دادید تاریخچه این سوره و اینکه چرا به این نام نامگذاری شده است به خاطر خانواده امران که پدر حضرت مریم و پدر بزرگ حضرت عیسی علیه الصلا و سلام بود. نکات زیبایی از این آیه باقی مانده است که ما از زبان شما میشنویم. بله بسم الله الرحمن الرحیم و با سلام دوباره ما آیات ۳۵ و, و بعد از آن را درباره نوع مناجات خانواده امران در محضر شما عرض می کردیم و رسیده بودیم با اون جایی که همسر امران همسر امران که می گوییم و این سوره به نام سوره آل امران هست خداوند خواسته است که به صورت کلی جایگاه پدر را هم در حد بالای برای ما نشان بدهد زیرا که جزئیاتی از مادر حضرت مریم گفته شده است از خود حضرت مریم گفته شده است و از حضرت عیسی علی نبی و علیه و علیه و گفته شده است ولی از خود امران چیزی به صورت جزئی مطرح نشده است ولی خداوند اون زمانی که میگوید ان الله استفا آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران به صورتی مشخص از خود حضرت عمران که جد حضرت مسیح باشد بسیار بسیار یاد کرده است و نشان میدهد که ایشون هم جزئی برگزیدگان بوده است و البته برگزیدگان بدین معنا نیست که مقام استفا فقط و فقط مخصوص انبیا باشد بلکه می تواند غیر انبیا هم به مقام استفا و به مقام برگزیدگی برسد زیرا که می دانیم در میان آل ابراهیم خود ایشون پیامبر بود فرزندانشون هم پیامبر بودن ولی همسرشون و دخترانشون و کسان دیگری که در این خانواده حضور داشتن دارای مقام نبوت نبودن ولی ما نباید اینگونه فکر کنیم که در یک جایی اگر مقام استفا و برگزیدگی برای غیر پیامبر هم به کار برده شد سخنی نابجایی باشد خب پس این خانواده رو از این که سوره را به نام پدر نام نهاد و این که استفا را به, به نام پدر یاد کرد خب پدر جایگاهش در همین حد محفوظ بله. اما نکاتی را که بیان می کند به خاطر اینکه نقش مادر را بخواهد برجسته بکند نیایش مادر با خداوند را در هنگام بارداری مطرح می کند و اون این است که در هنگام باردار زمانی که احساس کرد مادر باردار است رو به خداوند دست به دعا برداشت این سخن سخنی ملتمسانهی حضرت مریم حضرت مادر حضرت مریم است و حتی در مقام بخشش هم به صورت یک انسان گدا و یک انسان سائل و یک انسان نیایشگر سخن میگوید یعنی چی؟ یعنی این که حتی ما انسان ها اگر در یک جایگاه قرار بگیریم که بخواهیم انفاق بکنیم بخواهیم پول را بدهیم بخواهیم هدیه ای را به کسی ببخشیم بخواهیم دست کسی را بگیریم در اونجا هم ما در این جایگاه و در این منزلت نیستیم که بر خدا منت من بگذاریم دلست. و خود را کسی بدانیم بلکه در همانجا ما نیز نیازمند آن هستیم که رو به خدا باشیم و از خداوند بخواهیم که این کار من رو بپذیر در شمار اون کارهای قرار بده که پذیرفته واقع شود و مورد قبول تو قرار بگیرد ولذا در اینجا می بینیم که این مادر به زیبایی بیان می کند اذ قالت امرات و امران ربی انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی هم نظر می کند فرزند خود را در راه خدا آزاد می کند مثل مادری شهیدی که بخواهد فرزندش را مادر مجاهدی که فرزندی رشید خود را میخواهد در راه اسلام بفرستد در آنجا او حق ندارد که بر خداوند منت بگذارد چه رسد این که انسان اموال را ببخشد بلکه او در همان لحظه نیازمند است که رو به خدا بگوید خدایا این را از من بپذیر و جمله بسیار جالبی است که البته نیازمند تحقیق است در اون سخنی که از رتی بی بی زینب سلام الله علیها که فرمود خدای این قربان ربنا تقبل هذا القربان منا و خب در عالم هستی بعد از وجود رسول الله پدر بزرگوار ابا عبدالله علیه و السلام و مادرش کسی مقام عزیزتر از ابا عبدالله را ندارد و زینب سلام الله علیها در اونجا افتخار نمی کند و خود را و خانواده خود را نسبت به خدا طلبکار نمیداند. بلکه میگوید خدای این قربانی را بپذیر این قربانی بسیار بسیار بزرگ است ولی وقتی در مقام الوهیت و مقام ربوبیت الهی بنگریم حتی حسین ابن علی علیه السلام علیه السلام, علیه السلام, السلام هم کوچک میشود و باید خواهری و نظر کننده با معرفتی چون حضرت زینب سلام الله علیه در کنارش باشد و از خداوند بخواهد که این قربانی را بپذیر و ما این سخن را قبل از زینب سلام الله علیه ها از مادر حضرت مریم میشنویم که میفرماید فرماید فتقبل منی من خدای این قربانی را از من این فرزند را که در راهی تو نظر کردم نظر کردن یعنی مسیر مسیر توست چی در زندگی و چی در مرگ و چی در تمام حالات نظر مختص توست فتقبل منی من همین کلمه نظر هم اگر یک جمله اشاره بفرمایید که به هر حال ما گاهی وقتها تصورمان از نظر این هست که در راه خدا یک پولی را بدهیم یک غذا و تعامی را اطعام کنیم به ادهی از افراد اما این آیه شاید تصور ما را تغییر بدهد که نظر فقط خرج کردن نیست گاهی انسان میتواند از عزیزترین چیزهایی که دارد مانند جان خود مانند فرزند خود در راه خدا نظر کند و چقدر زیبا هست که این فرزندی که نظر شده از طرف این مادر یک برکت عجیبی در دنیا ایجاد می کند و یک پیامبر بزرگ الهی را در شکم خود می پروراند و به دنیا می آورد پس این نظر می تواند خیلی مهم و مفید باشد چقدر خوب است که ما در زندگی خود این گونه نظرها را هم داشته باشیم علاوه بر اون نظری که مربوط به خرچ کردن و پول خ... تعام دادن و این موارد هست بله همین توریست و به درستی و به مورد و به جا فرمودید مخصوصا این که از روایات و از تاریخ برمی آید و قرآن کریم البته در این زمینه چون ساکت است اون تاریخ و روایات قرآن سیتیزم گفته نمی شوند و اون این است که گویا از خانواده امران تنها فرزندی که یاد می شود از او حضرت مریم است بله. و بنابراین دار و ندار این خانواده همین کودکی است و جنین است که در شکم مادر بوده است و تمام هم غم مادر این بوده است که این کودک به کجا تقدیم شود و به چی سمت و سویی برود و لذا او را نظر قرار می دهد. و در امتداد نظر باید گفته شود که تصور بله تصور عمومی آن است که نظر یعنی امر مادی را که ما بخوایم انفاق بکنیم و حالا که نظر میتواند مثل داستان حضرت خانواده حضرت علی مرتضا بله. علیه و سلام باشد که سه روز روزه گرفتن را درست. نظر کردن برای شفای فرزندانشون که و اون گونه ای که در سوره مبارکه دهر بیان شده است بله. و می تواند درکت نماز باشد و می تواند صد سلوات باشد و می تواند ذکر باشد تمام اینها اموری هستند که می توانند به عنوان نظر قرار بگیرد و چه بسا کسانی هستند که میگویند ما چون مکنت مادی نداریم توان نظر کردن نداریم نه شما السلام علیکم آبا عبدالله این رو نظر کنید که در هر باری که بعد از نماز نمازی واجب رو خوندید رو به کربلا بیستید و فقط یک جمله بگویید این رو نظر کنید برای برآوردن خیلی از مشکلات و حاجات و مسائلی که در زندگی و هایی که در زندگی داریم السلام علیکم یا عبدالله همین مقدار را اگر نظر بکنیم می توانید می تواند حلال بسیار از مشکلات باشد خب این تذکر غنیمتی بود برای این که هم بنده و هم بینندگان عزیز از داشته هایی که خداوند در اختیار ما قرار داده است و ما گاهی وجود اونها رو حس نمی کنیم و به داشته های خود توجه نمی کنیم داشته ها رو بیشتر به خانه و به ماشین و موتر و به امکانات و وسایل مادی خلاصه می کنیم ولی امکانات دیگری را کمتر به اون توجه میکنیم از امکانات خود استفاده بکنیم و اونها را سرمایه های خالص برای خود قرار بدهیم در اون جایی که رب اینی نظر تو لکه هست در واقع نظر تو لی هست در بله. حقیقت معنا بله. چون وقتی شما یوفا علیکم قرآن کریم بارها میگوید اون چیزی که شما در راه خدا میدهید در واقع به شکل کامل و چند برابر پس به خود شما باز مسترد باز. می شود و برمیگردد خب اون واجهی را که در اینجا ما و خصوصیاتی را که در این نیایشی در حال انفاق بیان میکردیم این جمله بود ربی انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی کمتر توجه می شود در انفاقات در کارهای خوب که ما نگران و دغدغه‌مند قبولی و اون باشیم من. ما اینطور تصور میکنیم که همین که من مثلا این مقدار مبلغ را یا این مقدار مال را یا این مقدار احسان را به کسی انجام دادم خب صد درصد قبول است که نیازی به این ندارد که من نگران باشم که این قبول هست یا نیست و حالا که چه بسا انسان انفاقاتی را انجام بدهد که مورد و یا بخشش هایی را داشته باشد که مورد قبول خداوند قرار نگیرد فتقبل منی انک انت السمیع العلیم خب من این قسمت رو بازم در یک فرصت دیگه ای بر برمیگردم در آداب دعا یک است که انسان باید یقین داشته باشد یقین به اجابت داشته باشد انسانی که مردد دعا می کند این انسان پاسخ نمی گیرد از مثل آزمایشی و امتحانی دعا می کند که دعا کنم شاید بشود نه درست. یکی از آداب دعا میرسیم با توضیح بیشتری اون انک انت سمیع العلیم ادامه آیه این است که فلم ادامه ماجرا فلم ما وضعتها قالت ربی وضعت وضعتها انثا در اینجا ببینید زمانی که تصور یک مادر کاملا متفاوت نتیجه داده است بله. او تصور داشت و گویا فکر میکرد که من زنی این گونه پاک و این گونه متدین و مؤمن اون چی رو که از خدا بخواهم یقینا همان می شود و زمانی که مسئله به شکل دیگری در بیاید و نتیجه بدهد و به شکل دیگری مواجه شود انسان به خواسته خود به طور طبیعی ما انسان ها رفتار ما تغییر می کند کلام ما تغییر می کند نگاه ما تغییر می کند و انسان دیگری می شویم حتی ممکنه باعث رنجش و ناراحتی شود از اینکه خدایا من درخواست کرده بودم پسری باشد که در معبد تو به عبادت مشغول باشد و در راه تو آزاد گردد اما این طفلی که به دنیا آمده یک دختر هست و به قول شما چه بسا باعث ناراحتی یک فرد آ... اگر عادی بله، بله. بود باعث ناراحتی و کدورت خاطر او میشد بله به تعبیر آمیانه میتونست به خداوند بفرماید که من که اینو نخواسته بودم من که این رو نخواسته بودم و یا به تعبیر قرآن کریم و اذا بشر احدهم بالانسا اسودت وجوههم ظل وجوه, وجوه مسودا بله این چهره هاشون سیاه میشد خب این گونه را با اینکه از قبل نه نظری بود و نه هم که این مقدار درخواستی بود با اون هم زمانی که مواجه می شدن با یک واقعیت واقعیت دختر داشتن این گونه رنجیده خاطر می تب به, به گونه عادی و به انسان های معمولی مثل ماها اگر نگاه کنیم در اینجا جای ناراحتی است بله. ولی زمانی که به این مادر نگاه میکنیم کنیم فلم ما وضعت ها تا اون زمان مادر نمیدانیست چی خواهد به دنیا آمد پسر است یا دختر فلم ما وضعت ها قالت ربی اینی وضعت ها اونسا اون چرا که قالت ربی همون ربی را که در دعا آورده در دعا و در درخواست اولی خود آورد ادبیات فرق نکرده است واژه ها و کلمات تفاوت نکرده است این بنده همون بنده است چی در مقامی که می خواهد و چی در مقامی که خداوند عکس اون را جواب میدهد. و چقدر فاصله است بین انسان هایی که دعا می کند دعایش به ظاهر برآورده نمی شود یا به شکل دیگری برآورده می شود که با خواسته او سازگار نیست بله. چه بسیار از حاجاتی که خداوند برای ما انسانها ها برآورده می کند ولی چون اون چیزی که ما خواسته بودیم نیست فعل نمیدانیم که این نتیجه دعای من است چه بسا دعاهایی که مورد اجابت قرار گرفته است ولی اون چیزی را که من خواسته ام نبوده است چیزی دیگری را که به خیر و صلاح من است خداوند به من داده است و من اصلا توجه نمی کنم که شاید همین عنایت و یا همین کاری که برای من انجام شده است این نتیجه ای همون دعایی است که من از خدا داشتم و همین خواسته ای است که من از خدا داشتم یعنی جناب استاد ما باید مطمئن باشیم به این مطلب که ما نمیدانیم برخی از مصالح را که چی به مسلحت ماست ولی خداوند دانا هست و علیم هست و فکر میکنم این کلمه علیم در اون نیایش قبلی آمده بود که مادر حضرت مریم خداوند را علیم میگوید که بله. می میدانی که چه به نفع من هست و همون رو برای من عنایت میکنه درست بله خب در اینجا باز هم می بینیم که حضرت مادر حضرت مریم باز خود را در این مقامی می که نیایشگونه و خاضعانه و در حالت تسلیمی به اون چرا که خداوند برای اون انتخاب کرده است سخن بگوید قالت ربی اینی وضعتها انسا والله اعلم به ما وضعت البته خداوند در اینجا بلا فاصله میگوید که بله ایشون گفته بود که تو بهتر میدانی علیم هستی آری خداوند اعلم است که پسر بدهد یا دختر بدهد حاجت شما را اون گونه ای که خواسته بودی اون گونه بدهد یا به شکل دیگری بدهد ولذا در بحث دعا میرسد انشاءالله اگر نیاز بود زمان ایجاب کرد و شرایط که چگونه باید دعا بکنیم چگونه باید دعا بکنیم شرایط دعا کردن یا آداب دعا کردن چگونه دعا باید بکنیم خب و زمانی هم که نتیجه دعا با خواسته های ما اون چرا که من خواسته بودم با دید محدود خود با برداشت محدود از منافع خود اگر با اون سازگار نبود نباید رنجیده شویم و نباید عصبانی شویم و نه تنها این مطلب بر عدم تسلیم و عدم ایمان ما منجر شود بلکه به ایمان ما بیشتر باید بیفزاید چرا؟ بله. زیرا این قضیه نشان میدهد که خداوند هوای من رو دارد بله. یعنی اون به این فکر است که اون چی که بهتر است من خود خود من برای تو انتخاب میکنم شما اگر از کسی از دوستی مشورت میخواهید که این جنس رو میخواهم بخرم انتخاب کنم خب گاهی وقت است به شما بگوید خوب است بخرید من کمکتون میکنم گاهی وقت هستم میگوید اجازه بدهید که من مخصوصا که اون از شما خیلی متخصص تر باشد در اون زمینه خود من یکی از بهترینش را برای شما انتخاب میکنم این سخن دوم نشون میدهد که این فرد خیلی خیلی مورد علاقه و محبت و مورد لطفی اون طرفی است که متخصصی در این امر است ولذا در دعا انسان نباید این گونه باشد که دقیقا آنچه را که خواسته است اگر برآورده شد دعای خود را مستجاب بداند ولی گونه های دیگری از اجابت دعا را نادیده بگیرد و اون را بی توجهی خداوند و عدم اجابت دعای خود بپندارد خب در ادامه آیات آیه بعدی یعنی آیه سی و هفت این گونه می که فتقبلها ربها به قبول حسن نه این است که مادر در هنگام دعا گفته بود که فتقبل منی ربی بله. تقبل منی پروردگار من رب من تربیت کننده ای من این نظر مرا بپذیر در اینجا خداوند می فَتَقَبَّلَهَا فتقبلها ربها نمیگوید گوید نه ما قبول کردیم این نظر را همان واژه ای را که حضرت مادر حضرت مریم بکار برده از کلمه رب در اینجا خداوند دقیقا همان واژه را بکار میبرد بله. میفرماید در راستای رشد و نموی این مادر ما قبول کردیم و در راستای اجابت دعای او همان جنبه ربوبیت من که او به دو متوسل شده بود بله. من از همان جنبه و از همان شن نظر او را قبول کردم و چه قبولی فتقبلها ربها به قبول حسن زمانی که یک انسان میگوید از تو به سخن گفتن از من به سر دویدن یک تعبیر این گونه هست از تو به یک اشاره از, تو به اشاره از من به سر دویدن بله. شعن پروردگار متعال بالاتر است ولی ما ناگذیریم که حقایق و مطالب را در زبان کودکی خود بیان بکنیم درست. این که میگوییم از تو به یک اشاره از ما به سر دویدن در قرآن کریم در موارد زیادی همین است میگوید تو یک قدم بیا به سوی من من ده قدم به سوی تو میایم تو میگویی ربنا تقبل منی من میگویم تقبلها ربها به حسن به بهترین شکل به نیکوترین و زیباترین شکل من بله. این نظر را از تو قبول کردم قبول کردم, کردم. استاد با توجه به اینکه دو دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم مگر این مطالب به یک جایی برسد تا برنامه بعدی ان ممنون میشه بنشو بله خب در این داستان تا اینجا ما یک مادر را می‌بینیم و یکی از کسانی که منشأ تحول تاریخی انسان شده است در مقام نیایش و در مقام دعا و همین گونه در مقام گفتگوی با خداوند حالات مختلف او را وقتی در نظر میگیریم هرگز از مقام خضوع و خشوع و خود را مربوب یعنی تحت تربیت خداوند دیدن غفلت نمیکند در هر جایگاهی که باشد خود را مربوب و خداوند را رب خود میداند و با این صفت با خدا سخن می گوید مربوب زمنن این نکته را در خود هم نهفته دارد که من ناقصم ام. نیازی به رشد دارم نیازی به کمال دارم تو مرا به کمال برسان که اعتراف است به نقص و به ناشایستگی خود و اعتراف است به این که تو منشه کمال هستی تو منشه رشد هستی تو می توانی دست مرا بگیری تو می توانی خلع و کاستی و نیاز من را برآورده بسازی تا اینجا ما در این داستان حضرت مادر حضرت مریم رو داریم و بعد از این ماجرا در همین آوان و آغازی که حضرت مریم پا میگذارد به تربیتگاه و عبادتگاه اون زمان منشأ می شود و الگو می شود و خاصگاه می شود برای یک سلسله دعاهای دیگری که در برنامه های آینده انشان. اون ها را انشالله یعنی تا اینجا کردی. داستان مادر حضرت مریم و گفتگویش با خدا و نظر زیبایی که انجام داد به پایان رسید و از این آیه به بعد داستان خود حضرت مریم, مریم و زکریا حضرت زکریا, انشالله برای برنامه های بعدی حتما ما و بینندگان مشتاق و علاقمند شنیدن این آیات زیبا و تفسیرش از زبان شما استاد گرامی هستیم تشکر از شما جناب استاد و تشکر از بینندگان عزیز همراه با برنامه برنامه به وقت بیداری به طور زنده و مستقیم هر شب از حدود ساعت 8 الى 9 تقدیم شما عزیزان میگردد و تکرار او هم فردا بعد از اذان ظهر به وقت افغانستان الله شما میتوانید نظارگر باشید چقدر خوب است این دعاهای قرآنی که جناب استاد اشاره کردند و یکی از اون بهترین دعاها که ما در دعای دست معمولا میخوانیم و با کلمه رب آغاز می شود رب بنا آتنا فی دنیا حسنه و فی الاخرت حسنه و قنا عذاب النار پروردگار ما ای مربی ما ای پرورش دهنده ما آنچه که در دنیا نیکو نیکو هست به ما عنایت کن و خیر و نیکی آخرت را هم به ما عنایت کن و ما را از آتش جهنم نجات عنایت بفرما دلهای شما شاد انشاءالله پر از مهر و محبت و مهربانی به یک دیگر چو قنچه گرچه بر آشفتگی است کار جهان تو هم چو باد بهاری گره گشا می باش خدایا رو نگهدار همه شما